اما اشرف نشانان افتخار سرفرود نیاوردن را از آن خود و ملت 80 میلیونیشان کردند و خروشیدند، نه به تسلیم در برابر مماشات پادشاهان، نه به سکوت در برابر توطئه و نه به بی‌عدالتی. و این چنین است که عدالت و آزادی را مدیون اراده و همت خیش ساختند. پس فریادتان هرچه بلندتر و عزمتان هرچه استوارتر. هر وقت شما رو میبینم بی اختیار این شعار رو تکرار میکنم: ما زن و مرد جنگیم، به جنگ تا به جنگیم. طرح نوعی که شما در حال انداختن اون با حمایت از کانون شعله‌ور قیام ایران یعنی اشرف هستین در تاریخ آزادی میهن فراموش نشدنی و افتخار آفرین. راستی که شما مبارکی خروش پیوسته مردم ایرانید. میخواستم به زنان، مردان، مادران و پدران سالخوردهمون بگم که شما خودتون رو به عنوان بخش دیگه ای از اشرف و مقاومت به اثبات رسوندید. ثابت کردید که شجره مقاومت تا کجا ریشه و برگ و بال داره. راستی که هیچ قدرتی بالاتر از قدرت جمع استوار شما نیست. مطمئن باشید که یک روز جشن پیروزی رو در تهران برگزار می‌کنید. پیروزی از آن ماست. در نیرومندی فریادی که پایان را تا پیروزی را خواهد برد، دردهای دیروز میهنم فریاد امروز من است. در 4 راه‌های جهان نایستا و پرخروش، نامم اشرف نشان است، نام ایستادگی. و بر لبانم سرودی جاری که آغاز و پایان من است. آمیزه‌ای از تناوری عشق و یقین بی تردید به فردایی که بی امان خواهد آمد. در صبحی که شکست دشمن را ناگزیر خواهم کرد. و البته چه تقدیری بالاتر از کلام خانم مریم رجوی، اونجا که در سخنرانیشون در تالار ویکتوریا خطاب به متحصرین گفتند: شما نه فقط برای مردم ما بلکه برای تمام دنیا مایه افتخارید، زیرا پرچمدار حقوق بشر مردم ایران. با هم به قسمت‌هایی از سخنرانی خانم مریم رجوی در جمع متحصنین ژنو در 17 مرداد امسال گوش می‌دهیم.